اللهم صل على محمد. منو میشناسی؟ تو ای نامرد سوختم، خدایا تقاص من از این سالم بگیر. چی بود؟ آدم به یاد چهارشنبه سوری می افتاد. چه روز روزگاری بود. همه جوون مرد. تا نمیری یکی از اون روزا الان پیدا نمیشه. جاد خانی مجید خان نمیدونی چه کیفی میکردی. شب میرفتی. راست میومدی محمد علی خان یه مرغ روزش رو آتیش رو بریون میکنه میگه بخوره بچه ها. تا پاداده بخوره رو کیف کنین. آی حض کردم. آی حض کردم. خیلی به ما چسبی. مجید خان باید یه قراری بزنی با اونه بریم اش. چی دیدی مجید خان؟ آتیش، اون دوده میبینی؟ آره، انگار آتیش گرفته. نکنه بازم خرمن هم دیگر آتیش زدن. نگرده، نگرده ببینم. فاطمه یه خبراییه. مرتضی یه خونه آتیش گرفته، میگه چیکار کنی؟ تو رو به خدا شما بشین، همه چی کار دستمون ندین، یه وقت نیان جلو. تو؟ شنفتی مرتضا، از تو خونه صدا میاد. آره، انگار صدای یه زنه. بریم جلو ببینیم چه خبره. شاید بتونیم بنده خدا رو نجاتش بدیم. مگه میشه؟ دوتایی کباب میشونم. یک کنال نکن بیا. یکی نیست به این دوتا دلاور بگه مگه شما آتش بشانی هستین؟ اصلا به ما چه مربوط؟ یه زن رو تو جیر شد. آره یه زنه. تو بیکی بینا حالانه درش بیارم. بیکی احتیاط کن. موازده باش آتش پرت نگیره. موازده باش. چه داده من نرسی؟ کمک کنی. اونم نجاتش بدی. برو. تو آدمه؟ آره چیه؟ خواهر شوهرمه کلا خانوم بیچاره رو شهر داره. ببینید دیگه خیلی شده. آخ خدای من. خطری نداریم. خوب به موقع به دادش رسیدیم. حالا باز چی کار کنیم آقای دکتر؟ حالت عصبی این خانم هنوز باقیه. چی میفهمین آقای دکتر؟ هر کی دیگه جای این خانم بود دیوونه میشد. به همین دلیل باید بیشتر مواظبش بود. حالا ازتون خواهش میکنم چند دقیقه بیرون تشریف داشته باشیم. تفرکی دکتر داره بهتر میشه. بیا
اینم کرایه‌مون داداش. بگیر دیگه بابا، بگیر بابا، اسکناس دو دستی بچست. خب اینم از کار خیر امروزمون. زپا، نه اینکه رفتی اونو اتو آتیشو در مورد قهرمان. ماشالله به این قدر قباره، ماشالله، ماشالله. بابا ماشالله که تو مشتته، ماشالله به خوده. دوباره روزو کم کن بچه. حالی به چیزی هم طلب کن. قربون تو پیر شی جوون، خدا عمرت بده. قصد صدقه برم. آقا، آقا زن من کجا خوابوندن؟ زن شما؟ بله زن من. از شما شوهرم خانمی هستی که مشته بده زن دوقلو زاییده. الهی شد پس ماشالله به تو که دوقلو زاییدی. خیلی اینم خودش یه پا بد بیاریه. ای بابا که بابا مصبت شد. هر دفعه اومدی تو یه هچلی افتادی. تو اینو میگی هچل؟ ما جون یه بنده خدا رو نجات دادی. خب دیگه داشم، این کارم معطلی داره. فقط عیبش اینه اگه دیر کنیم باز مادر تو دل واپسی میگه. بها من که 30 ساله بیبی خانوم مادرت میبینم که همش دل واپس توه. نه نه این رقمی هم نایده بودی. نوکرشم میگم که من تو اون دفعه نشه اون یاری که تو جاده تصادف کرده بود رسوندی. سفر مشهدو میگی؟ آره آره. دیدی تو چه مخمصه یافت دادی؟ نه بابا این دیگه درد سر نداره، فقط باز کمکش کرد، حالش هم چه خوبه، فقط یه خود ترسیده. دکتر کارتون داره، پاشیم بیای تو. بونه خبرهایی شده؟ خدا کنه طرف رو برای شده. ایشان بیاین، بیاین مریضتون رو ببرین، حالش خیلی خوبه. خواهر یه مشتلاق پیش ما داری. خب اینم مریض شما، حالش دیگه خیلی خوب شده. خیلی لطف کردین دکتر. خواهش میکنم. قربون شما، تا عمر داریم ما نوکرتیم. قربون محبت دکتر. سلام علیکم آبجی. الحمدلله که خوب شدی. خطر از سرت گذشت. من زندگیم و مدیون شما هستم. شما جون منو نجات دادین، ولی دیگه چه فایده داره؟ خب جونت سلامت باشه، حالا دیگه برگرد پیش فامیلا. چی شد آبجی؟ بیچاره آبجی. عجب روزگاری. دیگه واسه من چی مونده؟ زندگیم به باد رفت، همه چیم سوخت، از بین رفت. آخه میدونی منم باز برگردم تهران. شما باز یه فکری باز خودت بکن. من دیگه هیچی بازم نمون، نه خونه، نه شوهر، هیچی، هیچی. بیا بریم آبجی، گره نکن، خدا بزرگ، دنیا که به آخر نرسیده. بیا بیا. بفرمی تو. مادر چرا واسدی اونجا؟ بفرمایید تو منزل خودتونه، بفرمایید. مادر، مادر بیا تو بابا، بیا خجالت رو از کنار. سلام علیکم. سلام به رو ماهت، الهی که قربون اون قد و بالات برم. نوکرت ماشالله هزار الله اکبر. نوکرت هم بارم. قربونت برم، چشم کف باد. به خدا قسم تا تو میری و برمیگردی ها من نصف العمر میشم. این حرف چیه مادر؟ خب کارم دیگه. درسته مادر، آخه تو موقعی که میخواستی بری گفتی دو سه روزه. آره بابا آره. آخه یادم رفت مادر، این لاله خانومه، جای همشیرم باشه، یه دنیا غم و غصه داره. نکنه اونجا ها. بفرما لاله خانوم، بی بریم تو مادر تو واسه تعریف کنم. مادر، هر کس تو این دنیا یه جور مصیبت میکشه. آخه دخترم، تو که میگی اون مرد رو نمیشناختی، پس چرا اون بلا رو سر شما آورد؟ والا اصلا سردر نمیارم، اما یه چیزی از اون بیچاره طلا خانم شنیده بودم. چشم. از طلا خانم خواهر شوهرم شنیده بودم که میگفت
افراخان با یه نفر اختلاف داره. اون خیال میکنه که باعث مرگ برادر و زنش شوهرم شده. اومده بود انتقام بگیره. سر چی اختلاف داشتن؟ سر آب دعوا داشتن. چند سال پیش دهبالایی با ما بگو مگوشون شد تا اینکه کار کشید به دعوا. تو اون دعوا برادر سهراب کشته شد و زنش هم بیل خورد تو سرش. پس شوهرت گناهکار بوده؟ نه مادر، افراخان خدا بیامرز تو دادگاه تبرئه شده بوده، ولی همه خیال میکردن تمام تقصیرها به گردن اونه. ایو بالاخره چه میشه کرد؟ دنیا اینطوریه دیگه. بله، خب مادر، من باید ماشینمو ببرم سرویس تا می شام حسابی کارشو بکن. به سلامت. قصه نخور دختر جون، خدا بهت کمک میکنه. چایی تو بخور. چی بگم دختر جون، ما هم از این مصیبت ها زیاد دیدیم. تو نمیدونی من یه دونه پسرم رو چه جوری بزرگ کردم. وقتی بابای خدا بیامرزش عمرشو داد به شما، طفلک مجید تا حالا یکی و تنها رو پای خودش وایساده. گمونم در میزنن. شما دستون بنده، من میرم در رو باز میکنم. ببخشینا. خدا ببخش. به نظرم ملوک خانوم باشه، پاری وقتا میاد به این همسایمون محسن آقا سر میزنه. شما ملوک خانوم هستین؟ بله. بیبی خانم. علیکم سلام، حالت چطوره؟ الحمدلله، انگار مجید خان از سفر اومده؟ آره. خب، چشم شما روشن. چشم و دلت روشن. حال محسن آقا چطوره؟ تعریفی نداره. چطور مگه؟ از وقتی که افتاده تو هو سرما خورده، یه خورده حال نداره. چند روزه که از خونه بیرون نرفته. تو چرا نیومدی سراغش؟ والا گرفتاری داشتم، خودت که وضع منو میدونی بیبی خانم. سلام، دردت بجونم بلا به دور. چی عزیز جون، این دو سه روزه من نبودم خودت انداختی تو حوز. گفتم الان محسن آقا پیش خودش چه خیالاتی میکنه. عزیز جونم، حالا کجا درد میکنه؟ ها؟ بگو. اخ اخ، چه سرفه با این سینه سیگارم میکشی؟ خب جونم، از خودم باید بگم. نمیدونی چه جوری گرفتار شدم. نامه اومد کافی که اگه آب دستته بزنم این که داداشت حالش به هم خورده. منم بودو بودو رفتم پیش داداشم اینو. تو که از ته دل من خبر داری. واه واه واه، چه اتاقی. اینه هو بازار شام میمونه. این رخت خوابه یا جیگر زلیخاست؟ انگار صد سال ناخوشی. خب یه سرماخوردگی ساده است. حالا دیگه احماتو واکن، ملوک به قربونت بره. حالا دیگه باز رسیدیم به هم. باز باید همون محسن آقای خوب خودم باشی. به نظرم این چند روزه یه قضای حسابی از گلو پایین نرفته. بس دیگه. خانم، خدا پدرشو بیامرزه، به هم رسید. دنابو Holy, oh, holy is you.
مادر این کیه داره میخونه؟ نکنه لاله است؟ آره لاله است، گاهی وقتا با خودش زمزمه میکنه. عجب صدای خوبی داره ها. بعضی وقتا بدک نمیخونه. من هم چه تو دارم آخر خدا این زوره. خب مجید تو هم که داری میری سفر، پس تکلیف این دختر خالت چی میشه؟ هی این دست اون دست میکنی، آخه من جواب خالت رو چی بدم؟ والا این قراریه که تو و خالم با همدیگه گذاشتیم، مگه از من پرسیدی؟ درست میشه نوکرتم، بالاخره همه کارا خودش رو برا میشه، ما فعلا رفتیم. دارم آخر خدا این زوره. ایوا خدا مرگم بده. جانم جان، حظ کردم. سلام بابا. ای والا به این صدا، باری کلا به این هنجره. ما یه من غریبه بودیم که تمومش کردی. خدا مرگم بده. خدا مرگت بده. حیف نیست یه همچین صدایی رو تو سمت خونه سینت قایم کردی. آخه لاله خانم هیچ وقت پیش ما بروز نمیداد، میترسید مبا دست صداش کم بیاد. بیا هم پای صدات یه ساز بزنم، این صدا از اون صدا هست. آی گفتی، گل گفتی. خانم شما جای همشیره ما هستی، خودت نمیدونی چه گوهری تو اون سینت قایم کردی. آره هم سرت گرم میشه، هم این بالاخره یه چیزی یادت میده. عوضش روزا سر ما هم تو خونه گرم میشه. آخه بیبی خانم من که صدایی ندارم. من یک بار میخونم، تو درست دقت کن تا درستشو بخونی. ببین، یک، دو، سه. نیمه شبها مست و شیدا میشود دم ساز من، پرده دار راز من، ساز من، ساز من. کلپو خالو شروع کن. ببین، یک، دو، سه. نیمه شب دیگه سر زد باز بکنید. یک، دو، سه. نیمه شب مست و شیدا. به مکس کردی ببین از ضرب نمیز. یک، دو، سه. نیمه شب مست و شیدا میشود هم میشود دم ساز من، میشود دم ساز من، پرده دار ساز من، پرده دار راز من، پرده دار راز من، ساز من، ساز من. یه بار از ما بخون. نیمه شب مست و شیدا میشود دم ساز من، هر دار راز من، راز ساز من، ساز من. خیلی خوب، حالا یه بار دوتایی با هم میخونیم، سعی کنیم درست میخونیم. یک، دو، سه. نیمه شب ها مست و شیدا میشود دم ساز من، هر دیگاه راز من، ساز من، ساز من. آفرین، آفرین، این خوب بود. خالی هفت تنها بخون بینم. شب ها مست و شیدا میشود دم ساز من، پرده دار راز من، ساز من، ساز من. نغمه سازد می نوازد
ناله با آواز من پرده دار راز من ساز من ساز من ساز من ساز من به پرده هایش نمانده راز نشکسته راز من راز من نشسته در پرده ها و در نمه ها گسسته خوشترانه که جاودانه بماند از ما در این زمانه بماند از ما در این زمانه چی نشستیم که مجید رو گرفتن؟ وای خدا دیدی چه خاکی بد برم شد چرا بیبی خانم مگه چی کار کرده؟ چرا گرفتن؟ نشرسین بابا هول نشین چرا دست باچه شدی؟ مگه چطور شده؟ دیگه چی میخواستی بشه مجید رو گرفتن؟ زود باشی بریم آقا مرتضی اومده دو آقا مگه چی کار کرده؟ چی شده؟ واسه چی گرفتنش؟ واسه اینکه تو ماشین مجید ها قاچاق پیدا شده قاچاق؟ دروغه این وصله ها به مجید نمیچسبه طوریش نمیشه آزادش میکنه اگه مجید این کاره بود طفلی علنه بابا دست خوش قربون معرفت آقا دمام همینه میگیم دیگه را بیافتیم بابا را بیافتیم بریم بریم ما اینه که جنسا رو تو ماشین شما پیدا کردی خدا شاهده من اصلا باورم نمیشد تو اون لافت و شکا که زدم رو باربند این زهر ماریا پیدا میشه اینه که یک دفعه دیگه هم گفتی جانم آخه واس چی دروغ بگم به خدا جناب سروان پسر من اهل هیچ فرقی نیست ده 15 ساله که آسه میاد آسه میره نمیتونم بالا جناب سروان ما که داریم نون حلال میخوریم هشتمون گرای نهمونه وای با اون روزی که نون قاچاق هم قاطیش بشه ببینین آقا ما باید اونا رو گیر بیاریم تا دادگاه بیگناهی شما رو ثابت بکنه بالاخره اگه اینایی که میگین این کارو کردن دوباره یه شگرد دیگه میزنن بیا ببین میتونی اونا رو تو این تابلوی مجرمین پیدا کنی اکه اینجا که لونه زنبوره تمام عوضی هاست سروان این یکی از اوناست فقط اون موقع سیبیل داشت برای خودشه جناب سروان خود خودشه چی خودشه؟ خب بالاخره یه سرنخی پیدا شد زرشک پس این ناکس قربتی همون مدغزروف نامرده من ای به تو نگفتم این از کجا میره هر شب میزنه به کافه و خاطرخواه گارسونا میشه اینو میگین؟ این یکی از سربسته های قاچاقچی هاست که یه مش دوز و قاچاقچی زیر دستش کار میکنن اونو میشناسی؟ نه نمیشناسم به نظرم آشنایی خوب شد یه رد پایی پیدا شد بفرمید خانم خب ما پرونده رو تشکیل دادیم ولی یه خورده معطلی داره قانونا ما نمیتونیم شما رو آزاد کنیم آخه اون که گناهی نداره ولی ما در تریاد تو ماشین پسرتون پیدا شده نامردا پاک ما رو انداختن تو هاچر میبینی تو رو خود مرزا خب آقا رو ببرینش شما هم بفرمایید با شما ها کاری نداریم لالا من از همین الان میرم ختم قرآن میگیرم انقدر دعا میخونم تا تو بالاخره آزاد بشی گرم خدا خودش میدونه که من تو این خطا نیستم ولی خب بعد می آدم برای یه دفعه که شده بره زندون تا حواس عوضی به سرش نزنه درسته آقا مرتضی آره بابا آره مخصوصا آبخونکش کلی به در آدم میچسبه فقط جات خالی خدا قسمتت کنه خب مادر ما رفتیم دست علی به هم رو
هنوز محسن آقا خیلی مریض احواله. آره انگار دوا درمون بهش هیچ اثر نکرده. محسن آقا چیزی میخوای؟ امروز پیداش نشده. محسن آقا چیزی میخوام؟ برای چی رفته؟ چرا رفته اون بالا؟ مثل اینکه امروز حالش خیلی خرابه. من برم آقا مرتضی رو خبر کنم. الهی به مستانه میخوام فرینانه دیوانت به میخانه وحدتم را جهان منزل راحت اندیش نیست، ازل تا ابد یک نفس بیش نیست، ازل خدایا
کزین کزین تهمت هستیم وارهان به یک قطره آبم سر گذر به یک مرگ محسن آقا. چند وقته؟ دیروز شلاش هم برگزار شد. مجید سفارش کرده بود براتون خلعتی بخرم که از سیا در بیاید. بیا لاله جون، این مال توه، بردار. این هم مال شماست ملک خانم. پاشو لباستو عوض کن، بلند شو جونم. خوبیت نداره که زن جوون سیا بپوشه. حالا که چله اون خدا بیامرزم گذشته. خدا به سر شاهده که دست و دلم نمیره. آخه شما که میدونین اون خدا بیامرز چقدر به گردن من حق داشت، چقدر واسم زحمت کشید. منو از سرگردونی و این خونه اون خونه نجاتم داد. هرچی دارم از اون خدا بیامرزه. دلم میسوزه دم آخری پلوش نبودم. اون که دیگه رفته، تو هم که اومدی پیش ما باید به فکر خودت هم باشی. از اون گذشته تو چند سر نون خورداری که باید بهشون برسی. پشو جونم، پشو، اینقدر ماتم نگیر. پشو مادر جون، برو لباستو عوض کن. انگار محسن آقا همش دم نظرمه بی بی خانم. خدا بیامرزتش. حالا پیرن سیاتو در بیار، برو سر کارت. بالاخره زندگی اینه دیگه، تو هم خرج داری، نمیتونی یه گوشه بشینی و زانوی ماتم بغل کنی. میاره، پشو دختر، پشو لباستو عوض کن. بی بی خانم، انگار گلیم بخت منو از روز اول سیاب افتم. ای لاله جون، این چه حرفیه؟ اگه اینطور باشه زبونم لار تب لازم میگیری. آخه تو هم جوونی، آرزو داری. بیبی خانم، میگم میگم این دخترم داره اینجا دق میکنه. اون زندگیش، اون گرفتاری آقا مجید، بعد رفتن اون خدا بیامرز. همینو بگو خواهر، داره دلش میپوسه. اگه اجازه بدین از امشب لاله با من بیاد کافه. چی؟ من چطوری بیام کافه؟ بیبا نمیخواد که کار بکنی، فقط یه گوشه برو بشین واسه خودت تماشا کن. بهتر از اینی که اینجا بشینی کز بکنی، اون وقت دل منم قرصه. والا چی بگم، میل خودشه. من پیش بیبی خانم میمونم، دلم راضی نمیشه. بیا تماشا کن که آبجی ملوک چطوری با این همه غم و قصه باید واسه مردم برقصه. تو رو به اروای مردهات نه نیار دیگه. آره دلت هم وا میشه. من اینجا پیش شما راحت ترم. آخه شما تنهایی. این چه حرفیه؟ میخوای تنگ دل بیبی خانم بشینی و دوتایی با هم دیگه زبیری؟ جون من ناز نکن دیگه. آخه مجید آقا بشنوفی چی میگه؟ به سلامت آقا آزادم. خدا تا آقا مرسایی گل عشق هست. خودمت برم نوکرت ما بیشتر. خب بچه ها چطور هم؟ الحمدلله همه خوبن. اما علال خانم واسد بگم چند وقته با ملوی کره کافه. کافه؟ آره بیا. چی شد؟ چرا طولان شدی؟ همش تقصیر اون پیره. اون چرا گذاشت بره کافه؟ بعد بگیر میشینه چهار دیواری خونه رو بسکه. همش تقصیر اون زنی که مولوکه که میخواست واسه خودش هم دارم جیره. اگه تو خونه بگیری میشینه که دق مرگ میشه تو هم کسره داره. ببینم چه خبر داشتم. خیلی از این رو به اون رو شدی. خوش باش که بالاخره آزاد شدی. خوش باش، خوش باش. چی رو خوش باشم؟ آخه یه زن بی پناه که به تو پناه برده نمیشه ولکت اون جماعت ها رو گشنه.
درسته که تو اون جماعت ها رو هور زیاده، اما تو مرتضی داری چه غم داری؟ تو نمیری یکی یه دونه آمپول هاری دو آتیشه بهشون میزنم که خیالمون از هفت دولت راحت بشه. چرا این طرفی داری میری؟ خب معلومه، میرم منزل، مادرت چش انتظارته. گفتم مادر چش انتظارته. بریم همون کافه‌ای که اونا اونجا. کافه؟ پس اینطوری که معلومه مثل اینکه چند دقیقه دیگه یه فیلم تموم رنگی سینه گرب گرب تماشا میکنیم. برو بریم کافه. ری تا تا. برو با امید خدا. پرستو تو خونمون درد و غم ز خونمون سفر کنید که اینجا جای ماتمه. خورشید اینجا همیشه به پشت ابر و پنهونه. غم و غصه دل من اندازه یه عالمه. غروب که خورشید میمیره دلم تو سینه میگیره. تنگ غروب چه غمگینه این همه سر من اسیره. پرستو تو خونمون درد و غمه ز خونمون سفر کنید که اینجا جای ماتمه. آتیشت به فوارا میده صدا؟ بفرما. قربونه صورت صفای جد مدرسه. چراغ خونه من همیشه سوت و کوره. فاصله من آن ای خدا خیلی دوره. قصه های دل من مثل سنگ صبوره. خب دیگه چه میشه کرد؟ قسمت من اینجوره. خب دیگه چه میشه کرد؟ قسمت من اینجوره. بخواد جون من بخواد آقا ابران جونم، تو که میدونی من خودم کوچیکتم. کوچیک کوچیکتم بخواد بابا دیگه. بابا تو خطم پار شده ناکرتم. این یکیشو نیستم. برو بالا ابران جون، جون من برو. من که من بزن دیگه دولت میپاینده بره اونجا که درد غم نباشه. خانه آقا ابرام به خدا زمی خوردتم. من چی باشم که پشت تو رید بشیم؟ خیالش بدتم تو عدد پرسته. چرا خونه یا بود و کوره فاصله من آن ای خدا خیلی دوره. قصه های دل من مثل سنگ صبوره. دیگه چه میشه کرد؟ قسمت من اینجوره. خب دیگه چه میشه کرد؟ قسمت من اینجوره. بیشیم بیمسه. بابا حال کنی. میخوام نکنی بیشیم بسه. پرستو تو خونمون درد و غم ز خونمون سفر کنید که اینجا جای ماتمه. خورشید اینجا همیشه به پشت ابر و پنهونه. غم و غصه دل من اندازه یه عالمه. برو
جای ماتمه که اینجا جای ماتمه که اینجا جای انداختن ندار. خدای نکرده یه بلایی سرت می اومد. اگه می زدن ناقصت می کردن چی کار می کردی ها؟ سلام. ممنون. تو باید صبر کنی تا سرانجام بگیری. این چیزا درد سرتو زیاد می کنه. بابا چه درد سری مجید آقا، شما به هی بلدین یک کاهو کوه کنی. تازه امروز عیزالله خان میاد اینجا که شما رو ببینه. لاله به قد کافی مرارت کشیده، دیگه بسشه. مگه عیزالله خان مدیر کافه بد میگه؟ چرا از صداش نون در نیاره؟ اگه خیاطی بلد بود خب عیبی داشت خیاطی کنه. تازه عیزالله خان بنده خدا واسه اونایی که باش کار میکنن خیلی هم تعصب نشون میده. این یه چیز دیگه، از کافر قاطی نکن. ولی این زنی که الان میبینی تو زندگیش خیلی سختی کشیده. از بچگی مادرش از دست داده و افتاده زیر دست زن بابا. اونم هی این بچه رو میشزونده. این طفل معصوم چیکار میتونست بکنه جز اینکه جیغ بزنه و فریاد بکشه. بعد دادنش به یه مردی که سن باباشو داشت. بعد اون مصیبت ها تازه داشت با این زندگی سر میکرد که یه ضربه دیگه. دیگه باز زندگی آرومی داشته باشه. حالا تو میگی بره تو شلوغی کافه نون در بیاره. مجید جون سلام. سلام دختر خاله. چه عجب این طرف ها. چطوری بابا؟ خب الحمدلله که همه ما دوره هم جمع شدیم.
چی بگم مادر، ما که نوکره دیگه. تا شنفتم از زندون در اومدین چادرم انداختم سرم اومدم دیدنتون به سر. خب بچه با خواهر زادم نامزد مجید آشنا بشین. الهی که به پای هم پیر بشین مادر. اگه مجید بازم این دست اون دست نکنه ها، همین روزا یه بزن و بکنه به سر. اختیار دارین خاله جی. خب دختر خاله بی بریم اتاقو بیا. مادر تو هم بیا یه اسکانچه ایدم. ملوک من دوباره باید میام کافه. مجید جون قانون شکلت برم. آخه اون دختر عاقله بالغه از این گذشته من تو هم که اختیار دارش نبود. آده مجید جون لاله از خودشه. آخ که درد و برات گلگلان بیبخاره تو فرق سر من. مجید جون گوش کن واسه چی میناله کش مدل باز کن. دل من خون شده چون رنگ غروب، بی صداست مثال آهنگ غروب. غروب پاییز همیشه غمگینه، دل من تنگ مثل تنگ غروب. فقط عشق همیشه که قدیمی نمیشه. آقام که تشریف دارم حالا چقدر بدیم آقا رضایت بدن؟ قدیما آسمونا آبی بودن، خنده رو بودن و آفتابی بودن. بین ما حرف جدا ایها نبود، شاهد عشق ما جز خدا نبود. فقط عشق همیشه که قدیمی نمیشه. بابا اخما تو با کن بند خدا داری میخونه. همیشه که قدیمی نمیشه. این کبریت هم که باز گامه گوش شده. بفرمی یاد الله خواهد بروفه سبوت حلقه بسته تو چشم عشق قبض فراغ تو. میگیرم از این و از اون همیشه سراغ تو، که شاید یه روزی آخر تو را پیدا بکنم. گریه عشق تو از کار دلم وا بکنم. فقط عشق همیشه که قدیمی نمیشه. دل من
خون شده چون رنگ غروب بی صداست مثال آهنگ غروب غروب پاییز همیشه غمگینه دل من تنگ مثل تنگ غروب فقط عشق همیشه که قدیمی نمیشه فقط عشق همیشه که قدیمی نمیشه درون توی دیگه جونی میشه از دلش در آورد پسر خوبیه ایرادی بهش نیست تو زندگی علاف علافه خودشم نمیدونه چی کار میخواد بکنه و چی میخواد اصلا معلوم نیست چشه یه روز اینطوریه یه روز اونطوریه خودم سر از کارش در نمیاره انگار بچه کوچولوها هی باید پاییدش خب من میرم خونه یه خود دوخت و دوز دارم تو هم بهتره بری یه سری بهش بزن باشه نشد بالاخره باز تو خودت تو زندگی را پیدا کرد مجید آقا کوتاه بیا چی داری میگی؟ لالا خانم بفرمایید نه مجید آقا این زندگیه که را پیش پای آدم میذاره که خانم پیغام دارن میخوان رو پا خودشون هستن لالا خانم نخیال کنی فقط خودت بلدی آواز بخونی و همپاد میخونم میگی نه؟ بفرمایید ننم از روز ازل بندر و نوکر زاییده ننم از روز ازل بندر و نوکر زاییده به کسی بر نخوره قدری منو خر زاییده به کسی بر نخوره قدری منو خر زاییده درادانی دیاردی دیاردی شانده شد دارواری خفم کردی اگه بشکن بشکن ما میشکنیم بسته بابا تو یه بزن جا لالا خانم کجا؟ خوشت خان برا خیلی کاره آکی ما رو کرفمون کرده رفی خدا تو شد این بیستاب هم که بود اصلا این پسر مخش قاطی شده پاک با سابقش توفیر پیدا کرده منم تکلیف خودمو نمیدونم اونم شاید حق داشته باشه همش عصبانیه دیدی تو کافه چی کار کرد؟ اصلا معلوم هست چشه؟ والا از این که چشه خب دیگه معلومه چشه گناه من چیه؟ آخه من که نمیخواستم این جریانو باعث بشه دختری نامزد مجید آقا کنار بره در ثانیه اون خواهرزاده بیبی خانومه با اون همه خوبی که بیبی خانوم در حق من کرده خدا رو خوش نمیاد که پای من این وسط بیاد ای بابا تا مجید اصلا اون دختره رو نمیخواد بی خیالشه قیدشو زده تا حالا تو زندگیم به همچه چیزی بر نخورده بودم نمیدونم چی کار کنم درسته تو نمیدونی چی کار بکنی اما من میدونم فقط عشق همیشه که قدیم نمیشه خواهد شرم
شد که قدی می نمیشد. فقط عشق همیشه چه غروب و میشه در شب باز همیشه فقط عشق همیشه چه قدمی همیشه فقط نمیشم نمیشم قدیمی میشم فقط اشکال هم میشم فلونی خدا مرگم بده. اینجا دیگه کجاست؟ مجید خان شما هستی؟ خیلی میبخشیم مثل اینکه عوضی اشتباهی اومدم. حالتون خوب نیست مجید خان؟ والا خیلی هم روبر را خیلی هم حالت بده. چرا خودتو اینطوری کردی؟ خوب دیگه این هم یه جورشه. وای امشب چی کار کردی؟ انگار پاتیل پاتیلی ها. سنگینی تو بنداز با من. وای من گونی زغال بگی مارن ها. رسیدیم. حالا مثل یه دسته گل بشی. الانه حالت جا میاره. جا میاره. ده ملوک تو شیشتو شدی یا من شیشتو چشم پرده کردم. امشب چقدر خوشم اگه یه غیرم تو واسه ما بریزی تکمیل تکمیلم وقت عشق همیشه چقدر میرنم میشم نه باید برگزی ایبا واسه تا آبلیمو آوردم این چه کاری بود کردی؟ قرمت تو زهرم میبردیم و میخوردیم ناخونک آزاده دله نشو دیگه ای بابا بیا جونم آبلیمو تو بخور تا حال جا بیاد اون وقت بفهمی کجایی تا چند دقیقه دیگه رو برا میشی کاریم نشته باشی یا حیف نیست صدای به این خوبی رو تو صندوق جای سینت حبس کرده دست چه حیفی مرد حسابی با اون دست گلی کباب دادی دخترها رو رای کافه ها کردی رم مادر این بند نمیشه یه دقیقه بگیرش خستم کرد خب مادر بگیرش شیر گرفتمش بدش من بیا ما بیا این چه بنده شما با چاکرم آقا مهدی
قربونت برم. داشتی ما رو دست کم گرفتی. بس می تناشیرات بدم آلتر چجوری میزنم. چهار تا سن اضافه کن بهش. سن کنه همه رو بسن. بسن این کتو بگیری یاد بینم. الان که رکوردهای جهان میگه تطلق. سور تو بازو هم ترشیده با دیجا مصرفش کنم دیگه. مواظب من باشی. من رو داشته باشم نسردم. چطوره آقا مجید؟ مادر چطوره؟ الحمدلله دعا کنید. خدا شکر. قربون هست. صدش چای. چای. مبارک باشه. چرخ مبارک باشه. انشالله که چرخ زندگی همه تون بچرخه. بفرمایید. شیرین کام باشه. بفرمایید. قابل نداره خیلی کسید. بفرمایید. موشه چا. بفرمایید. 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 شیرینی خط دسترون آقا داده؟ نه. آقا مندلی روی ماشین دو کمپانی بیرون کشیده. جواد آقا. بپرم صندلی بعد بیگه خوب بزنه بخونیم. اینه بادو. یه خواه قطعه بچه ها. بچه ها را بدیم. اقب اقب. یه خواه قطعه. آها باری کرده اقب دارم. ماشین مشتی ممدلی نه بوغ داره نه صندلی. ماشین مشتی ممدلی نه بوغ داره نه صندلی. بس که ماشالله محکم این راه نرفته پنچره. زرعت سیر این هدول از خر لنگ کم داره. صاحب بالی یا قدش بس که بخیل و مزدره. از حلبی شکسته ها ساخت مبل و صندلی. ماشین مشتی ممدلی نه بوغ داره نه صندلی. ماشین مشتی ممدلی نه بوغ داره نه صندلی. ای که هتل دار شدی ننت به قربونت بره. ای که هتل دار شدی ننت به قربونت بره. این هتل قرازت نزدیک داره نرو داره. ای که صدای بوغ تو صدای گوساله بود. ماشین مشتی ممدلی نه بوغ داره نه صندلی. من بمیرم نری به سفر. من بمیرم نری به سفر. من بمیرم و نزنی بهتر. ماشین به مشتی ممدلی نه بوغ داره نه صندلی. سر کتل دختر پیچید جلو. ناکس این هونه هنگ. گفتم یا جدام و فرمونو چرخوندم. چای؟ اما سفت چای؟ خب. انگار یه دستی چای. ماشینو جا کن کرد گذاشت وسط جاده. جد نجاتت داده. تو نمیری از اون شوفر کپونی ها بود. های آقا مجید خیلی تو خودتی. چیه دلت گرفته؟ مگه کشتید غرق شده؟ نه داداش هواپیما رو آسمون پنچر کرده. میگه هواپیما رو آسمون پنچر شده. سلام بچه‌ام. سلام قربونت شما. سلام قربون قلمت. میگه شما چوب بود آقا ما سفا اختیار داریم. ما آمدیم بلند شدی بری راستی شده نفس سر گردن خوردی به بد بیاری. آره به خیر گذشت شوفریه دیگه. جانت سلامت باشه. قربونت تو بفرما بشین. قربونت تو دو صفحه قره کار دارم رو تزیم دو چرا تا بیشاله بازم خدمت بیرسم تا اتکام بازم بایی چه تو خوشم امرت چای امرت چای شنیدم بازم مسافرتی شدی چی کار کنی باز بریم دنبال رزق و روزی دیگه دفعه آخری که باشت فرمون بودی چرخای جلاد میزن خیلی خوب یه نگاه بهش میکنم این دفعه دیگه با آتیش نزنی اینش دیگه به تو مربوط نیست بوز قاسم داداش اگه خیلی معطلی داره من یه توجمه میام بیرون رو برمیگردم مجید آقا یه خورده دیگه مونده الان تمومش میکنم بی زحمت یختت بجام میخوام برم سفر از که تا حالا مسافرتی شدن آقا؟ مسافرت دل آدمیزاد وا میکنه تو چی رو از من پنهون میکنی؟ آدمیزاد که زیاد تو شهر بمونه دلش میپوسه اینم از اون حرف هست هرچی تو فکر کنی باشه رفیق بابا اگه یک کی رو دوست داره این که دیگه عزا نداره داشتیم آقا مرتضی
رنگ رخساره گواهی دهد از سر ضمیر. چرا دلدل میکنی؟ تام وقت گیر آوردی. حالا وقتشه دیگه قربونت برم. خیلی خب، حالا چی میگی؟ بچه چقدر سرسختی. ما رو باش که دیشب بانی خیر شدیم. قربونت و مرد. نوکر. چطی تکمیل میشیم. تازه میفهمیم چی خوردی. شما که هیچ وقت سیرمونی نداری. چه بزن به کوبیه. به به. واسه کی میبری که اینقدر پرخوره؟ کجا؟ یه رون ملخ بارو بگم بارو کنه. خوشگل میرسه. بقیش نیست. آره خوب تنیش میاد. یه دست اول دیگه. بازم میخوای همون یارو رو بگی؟ نه جونتا گوش کن. یه پیریه میره یه دختر میگیره. پیریه بیبخاره بیبخاره. اما دختره از اون مغز قلبه. خب عشقشو میرسه. نه. سلامت. نوشت جونت. خلاص پیریه میره هجره. اما دختره هرچی سب میکنه میبینه خبری نمیشه. بالاخره دوماد برای اینکه حرفی زده باشه لف با میکنه، میگه عزیزم دلت میخواست مرد بودی؟ میگه نه دلم میخواست تو مرد. با دست خودم انداختمش تو اتاق. بعدم اون آتیشا. عجیبه. یعنی همچی چیزی میشه؟ خدا این طرف از ما نگیره. زمین بارو بکست ریمی کارت از برنامه این شده چون که گفتی هر شد چهار پنشت میخونم نکنه واسه اینکه ما آمدیم. بله تو هم چقدر کشخیالی ها بله خانم بسیم کارتون داره بزنه بریم من میرم یه سری بهش میزنم و برمیگردم. اینم جواب بله آقا. عبدالله کجا دارین تشریف میبرین؟ چطور مگه خانم خانم؟ آخه چرا به این زودی؟ گوش کن چی میگم؟ میشه فعلا دور ما رو یه خیت قرمز بکشید؟ آخه ای آخه نوکرتم خدا حفظت کنه. آخه چرا؟ نمیتونم بخونم، حالم خوب نیست. خودت که اینجوری امشب برنامه رو جور کن دیگه. آخه کافه مسخره بازی که نیست. تو بهش چیزی بگو مجید خان. چی شده لاله خانم؟ هیچی. امشب دلم شور میزنه. اصلا نمیتونم آواز بخونم. با تو جوری حرف میزنی که آدمو دلواپس میکنی. میدونی چیه مجید؟ بیا تو بسات تعریف کنم. بیا برو برو. اما یه نفر چیه که هی داریم بگیم؟ بیا گونجم. اما نوش نیست رو بیوزم. امشب دلش شور میزنه برده یه چیز دیگه. زاخسیاشو چوب بزن بال هوایی نداشته باش. خیالت راحت باش. حتما خودش. عجب حرفی میزنی تو. یعنی همون یارو از که شوهرت رو کشت خونتون رو آتیش زد؟ آدم چه چیزایی میشنفه. مجید آقا از قدیم گفتن کو به کو نمیره، اما آدم به آدم میرسه. به نظرم خودشه. یه چیزایی یادم میاد ولی مطمئن نیستم. به نظرم که نشد کار. تو یه خود کج خیالی. آخه اون داد کجا؟ اینجا کجا؟ لالا خانم میگم چطور امشب بری بیشی بی بی خانم؟ فردا هم بیرون نیای. اگه اونا خودشون باشن فردا هم سر کلهشون پیدا میشه. نتونستم ردشو بگیرم، چی کار کنم؟ نه اسناس بیقابلیات! نه خونش یاد گرفتی؟ نتونستی کارش صورت بدی؟ تو اصلا واسه لایی کرد خوبی؟ آخه صورت با شما که تو آگه دو مگی نگفته بودم برای هوای کارو داشته باش؟ حالا تقصیر ما چی بودون؟ پاتیل پاتیل خیابون اول و دوم نرسیده که راحتشون رو گم کرد. همش بلدی یاللی تاللی بخونی. یه فکر سراب خون تا دیگه خفه خون بگیر. خب باشه ولی میگم چطوره بدازدیمشم؟ چی گفتی؟ درماتی قرمه سبزی بدازیمش. آره آخه چطوری بابا؟ کاری نهاری بعدم نگفتی.
ابرام و شما سه نفر کافر رو میرسیم به هم. وقت شروع شد، زنها در میرن. پس ما چه؟ ممکنه پا برنه ندایی تو حرف من؟ ده نداده بچه. اونا دم در دنبال تاکسی میگردن، بعدش هم تو چند که ما هستم. اما سهراب خان، انگاه یه ماشین کرایه هر شب اونا رو میاره میره. ماشین رو حلاف میکنیم، شب جمعه جاد تره بچه نیست. بینه وقتی بلندشون کردیم کجه بیاریمشون؟ من تو باقی خودمو منتظرتونم. مواظب باشیم برگه مرگه جا نذاری. تا تقیب تو بیخورد اونا در میرن. باید مواظب باشیم. این دفعه رو دیگه خیت نکنینا. خیالتون راحت باشه. میز شماره 8 چهار تا آبجون. سلام. یه سلام. یه خیال خوشید. سلام. لاله کو چرا هنوز نیومده؟ نمیدونم. نمیدونی؟ نکنه امشب هم گذاشته تاخچه بالا؟ ممکنه براش اتفاقی افتاده باشه. آخه چه اتفاقی؟ به من بگین دیگه. در این قسمت از برنامه امشه ما بند و کشمت گربند قربز سن کابره را آبادشون میشن. تامر عیزالله خان سلام علیکم. سلام علیکم مجید آقا. گوش کن داداش، ممکنه امشب اینجا یه اتفاقاتی بیفته. اتفاق؟ چه اتفاقی؟ به نظرم چند نفر میخوام به لاله چش زخم برسونم. آره با اصلا فکرشه بکنیم. شب بدلم برات چه خبرایی؟ خیالتون راحت باشه. تو کافه من از این خبرا نیست. ولی اگه شما خیلی دلناگرونین میگم سه چهار تا. واسه این چیزا نیست. من چه آقا طرف خیال میکنه به این زوری جا زدیم ما. بیبریم. برسون. با همه اینا امشب دلم خیلی شور میزنه. فعلا که دیدی تو کافه خبر مرگشون پیداشون نشده. اما گوش کن لاله، خوب چش گوش رو واکن که بشناسیش. یه وقت بیگدار با آب نزنی. ما هم حواتو داریم. آره بریم بریم. خدا فعلا خدا فعلا خدا خدا مجید آقا مستن که باید لشگر کشی کنی. نه بابا چند تا از بچه همون همشون حریف هم. اول بریم قهوخونه سراسیا. الان بیشترشون اونجا جمعن. Bye.
بذاری یه آوازم بخونه اونم زمونه دون ای کاش با هم دیگه یه رنگ بودیم توی زمونه تا شادی و صفا می اومد و می مون تو خونه پیش پای شما اینجا بودم اما همشون دست جمعی رفتن ای کاریه ما هم هستیم رو ما حساب کن دو جاره تا قرده خوش اومدین آقا جی خب اینجا که نبودم برگردیم کافه چه شده؟ زپلشک چه؟ اینجا رو بسک راست میگی این یکی هم پاره کرده آره کاردیش کردن رفته به همون کلک زدن حتما تو کافه یه خبراییه دیگه محبت کیمیا شد جای وفا رنگ و ریا شد تا که یادونی مثل قدیم مهر و وفا نیست تو خونه ها نور خدا نیست تا که یاخه این کی نجونی تا که یاخه این کی نجونی اینا چه که میخونی؟ یکی بیاد واسمون برقصه آره بیا قرش بده اون چیه اون که یکی زیاد میگه انگار آینه ارنسل تنش رو میخاره زرش با اون سرش بزن که فنر داره آره پسر جون نازنی میتونی دستمال ما رو بند نکنی؟ زود باش بریم الان شهر بپاشه آره الان کافه به هم میخوره اگه ما بریم بالا مجید آقا اینا اومدن بریم مگه زوره؟ ما نمیخوام اون بخونه، میخوام یکی بیاد برقصه هر کی آواز دوست نداره خودش میره اون بالا با کمال احترام میرقصه ممکنه خود جناب عالی آزار و محترم و به رقص عربی مهمون کنه چرا مثل بچه ننه ها کرکره میخونی؟ ببینه که، میتمرگی سر جا دیگه که خودم بشونمه فف خون میگیری یا نه؟ همه تو دردین یا برد یا برد یا برد
اینجوری رفتنی شدیم. کلام کلام کو ما را حلال کن خواهر. یادو نخان چرا اینجوری شدی؟ چیزیم نه چی شد؟ بالاخره کشتنش کشتنش حلاکش کردم اونم کشتنش. شمایی بهش بگو من فقط خاطر خواهی صداشم، فقط صداش بذار بخونه، خوب میخونه. همه تون مرده بودین؟ یکی نبود جلوشی رو بگیره؟ نه مجید، من هیچی نیست، فقط خوابم میاد، خیلی هم خوابم میاد. لاله کجاست؟ میگن اونا رو به زور بردنشون. کیا؟ یکی از اونا رو گرفتیم. کجا بردنش؟ حرف بزن ببینم. والا من بی تقصیرم، من نبودم، ولم کنه. بگو کیا کشتنش، حرف بزن. نمیدونم، من که نبودم. میگی یا نه؟ کاری نداشته باشی، سهراب خانی نبود. بزن یه چی که باید خونه خوشگنه زبا کنیم، ازش که کم نمیاد. حالا که من اینجا به اون دیگه چی کار داریم؟ سهراب خانم، شما بهش بگو. این خانم محترم ما چنانه ایمده اینجا پاسور بزنی؟ راست میگم. بذاریم بچه ها برسن اون وقت. آره با رفقان باید به یه فیضی امشب برسن. آره تا اونا برسن بذار یه عشقی بکنی، یه رقم مشکی کارشو بکن، مغز قلم لب لب من لب لب تو باقلی بچم. اینو باش باش ما خانندم شده. راستی سهراب خان نپرسیدی چطوری از تو آتیشات در رفته؟ من که مات ماتم. دست غیبی جونم، دست غیبی. اون از آتیشو بلندش کرد یه راست گذاشتش وسط کافه. یه فکری بچه هم چطور زبانش رو قلفتی ببریم که اصلا نتونه حرف بزنه؟ حسرت آوازش رو بزنیم به دلش. از جون من چی میخوای؟ اونایی که کشتی بسه نبود. اونایی که من نهی برده بده اینجا که محاکمه پس بدم. بسه دیگه، تو رو به خودم بسه دیگه. بسه چی رو بسه بزنیم خانم بره لون بده. میام جلا 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 خب دیگه بچام جلا ناکس کلک بهمون نزده باشی. جلا اگرم بیرم دیگه سهراب خان موزش باش. مثل که بچه ها اومدن حالا دیگه موقعش. بریم کنار کسا بکن. بس کن نامرد کنال و تیز گروه تو برای خود زمان میکشیم. پس آقای کاری بود داره ما خبر نداشتیم. پس چی شده مجید خان؟ مجید چی نیست، چیزی نیست. نگران نباشین، باد ببرمش واریز خونه. پس عجله کنیم. بندازیمشون تو ماشین، مواظبشون باشین. این دوتا همچه کپکشون خروف میخونه. آره همچی؟ میگم این گیلاس ها آخره به سلامتی کی بخوری؟ به سلامتی هرکی هرکی دوست داره نو فدا دوست داره.
میدونی که این کار دل گناه من نیست، تقصیر دل دوست دارم، میدونی که این کار دل گناه من نیست، تقصیر دل عشق تو دیوونم کرده، بیا شیونم کرده، ناز تو نازنینم ورد زبونم کرده. عشق تو نازنینم شگرد کوچه هم کرد، عشق تو نازنینم شگرد کوچه هم کرد، تو میدونی چرا کرد، تو میدونی فدا چم قلبت بام چرا کرد. این بازی زمون است، آخه منم جوونم. های پهناور و کوه‌های رفیع و سر به فلک کشیده در زیر سم اسبان تکاور می‌لرزید. فریاد جنگاوران نیرومندترین دشمنان را از اندیشه حمله به آن سرزمین باز می‌داشت. آنجا سرزمین جنگجویان بود، سرزمین مردان کارزار، سرزمین دلاوران. سوالت هم مثل قیافت احمقانه است مرد. اولا که مادرش رو دوست داره، کسی که مادرشو دوست داشت، زنشو، اسبشو، وطنش هم دوست داره. آشنا دختره یه حرفه، از معلوم میشه چیزایی که شنیدم راست. اما، اما من فولاد دوست دارم. مرد! استودیو میثاقیه با شرکت فخرالدین، ستاره بزرگ و مشهور سینما، یکی از پرماجراترین فیلم‌های تاریخی خود را تقدیم می‌کند. سرزمین دلاوران. منو ببخش عزیزم، دوستت دارم. تو تنها کسی هستی که تو این دنیا دوست دارم. اما یه جانباز وطن غیر از عشق ورزیدن کارهای مهمتر دیگه هم داره که باید انجام بده. تو هنوز نمیتونی اینو بفهم. میفهمم. اما برام دعا کن. آفریننده ده ها نقش بزرگ، ایفاگر نقش دلاوران بزرگ تاریخ، فخرالدین. فخرالدین، فخرالدین در فیلم بزرگ سرزمین دلاوران. حمله کنین برادرها، باید فرانس رو نجات بدین. حمله کنین. کوری بنایی، دختری که در راه عشق به کام حادثه میافتد. دکورهای مجلل و عظیم برای دربر گرفتن ماجرای عظیم، ماجرایی که در آن زن و مرد برای مبارزه با بیدادگری و ظلم علیه مردی شیطان صفت به پا می‌خیزند. سرزمین دلاوران، داستانی شگفت‌آور از جنگ و سرنوشت، حماسه‌ای شکوهمند از دلاوری که برای مبارزه با بیدادگری و برای پیروز گرداندن حق بر باطل به جهنم حوادث گام نهاد و خود آفریننده حوادث عجیب‌تر و ماجراهای مبهوت کننده تر شد. در سرزمین دلاوران، سرزمین دلاوران، یک فیلم رنگی از ماجراهای شکوهمند تاریخ، با شرکت چهره مشهور، نام محبوب و شناخته شده سینما فخرالدین، ستاره هنرمند و نقش‌آفرین زیبای سینمای ایران کوری بنایی، جهانگیر غفاری در نقش پرنسی که به خیانت برادرش حکمرانی را از کف می‌دهد، همراه با نبات چهره،
چنگیز آیدین و محمود راوی به نقش مردی فریبکار که با هر حیله و نیرنگ جان خیش را نجات می‌دهد. سرزمین دلاوران، داستان تلاش و مبارزه یک ملت برای رسیدن به آزادی. سرزمین دلاوران، حماسه جدال و اسیان مردمی علیه ظلم و ستم. سرزمین دلاوران، یک فیلم به کارگردانی حسن ساسانپور، محصول استودیو میساقیه. نگاه سخن میگویند، دست ها با کرام نوازش، دوستان با کرام محبت، دشمنان با کرام پرخاش، ولی مردان حق با کلام حق. ببخشینا، خداوند چه ریختی تفضل میکند، اونم به گناهکار بدبختی مثل من ها؟ پسر جان، در توبه همیشه بازه. کرام حق که رازی نهفته بود که یک باره تار و پود روح این گناهکار شیطانی را به لرزه در آورد. این چه کلامی بود که با شنیدن آن دست از سیاه کاری ها برداشت، به راه آمد و سراپا عشق و جذبه شد و پای تا سر محبت و اخلاص. نه ماما جون، بابا ما بسی به چه؟ ناز شده. البته بابا، البته. بفرما. آها، اینم مدرک. شیرین فرزند نصرالله، نام مادر بندی خانم. خانم جون، شما کی هستی؟ مگه بابات وسط نگفته؟ من دوست سابق بابات و مامانت هستم. پس مامانمو میشناختی؟ آره، خیلی هم خوب میشناختی. زن نفرت انگیزی. منم. پس چی؟ خیال کردی کشکی هر روز میاد مغازه تلفن میکنه؟ این چه دلیل نشد و منم هر روز از مغازه محمود آقا تلفن میکنم. چه حرفا میزنی؟ بله؟ نفهمیدم؟ خانم وارده هر روز به کی تلفن میکنه؟ دشمنان به خونش کشیدند، بر او ستم کردند و عشقش را به خیانت آلودند، ولی او همچنان شیفته بود و بی بازگشت، شیفته کرام حق. کرام حق، کرام حق، ساخته دگرگونه ای از نظام فاطمی. فیلمی با تمامی احساس و عشق، خوشنود، حادثه و با تمامی آنچه که زندگی را می سازد. فیلمی در متن زندگی، سرشار از عواطف انسانی و لبریز از آن احساس بی‌نظیری که عشق مادریش می‌گویند. اومدم دخترمو ببینم. برای همینی که می‌خوای سعادتشو به هم بزنی؟ با من سعادت مادر سرم نمیشه، من پول می‌خوام، پول، می‌فهمی؟ این دهانتو باز می‌کنه. مرپوچی آقا نسل، اگه می‌دونستم بهتون می‌گفتم. به سیبیلای مردونتون مرسم. آسامت راسته، چون من سیبیل ندارم. کرام حق با درخشش تازه از رضا بیت امامری، آرام، جلال، علی ثابت، جواد تقدسی، ملیحه نصیری و با معرفی نسرین مقدم، بیدگوری و محسن وزیری. یا الله، سلام علیک. چقدر دیر کردی؟ عجب اخلاقی دارین ها. من گوش پیدا میشه. تا کرج رفتم نشتن، اونجا رفتم صد کرج، 40 تومن بنزین مصرف کردم تا 3 کیلو گوش خریدم. تازه الان فهمیدم یخ زده از کجای کار خانم. عجب اخلاقی داری ها. شهروندتم بدری خانم جون، نوکرتم. فخری خانم، یادت باش این تن نابود چه یادم هست. و با یادی از مخبش رنایی جانبی ما کجایی مردانه.
نام حق، هدیه ممتاز و دگرگونه از سیرافیلم به کارگردانی نظام فاطمی، پخش از حسام فیلم. کرام حق، کرام حق، کرام حق. اکشن، دو مرد حادثه ساز در یک اثر جنجالی و پرماجرا. جزاتون همینه. دو مرد خشن. بله، متاسفانه اون تو راه بدی افتاده. مادر بیچاره زهرا خانم، زن بدبختی. مراد یه خونه شیک برای مادرش خریده، حیات بزرگ، کلفت و نوکر و آشپز. چند وقت پیشم فرستادش مکه. اینان هر یک قادرند آرامش را از یک شهر دور سازند و حوادث بیشمار به وجود آورند. خیلی متاسفم خانم، من تابع دستورات رئیس کمال هستم، هر کاری ایشون بگم میکنم. اما من به خدا هیچی ندوزدیدم. موج جدال مردمی دست از جان شسته. این است دو مرد خشن. بدینسان روی کارهای خلاف خود سرپوش میگذارند. داستان این فیلم پرده از راز این قاچاقچیان برمیدارند. ما اونو میکشیم. ما همه آدمیم، آدمان بلدن حرف بزنند. کساف هست خاطر یه عشق احمقانه ما رو انداخته تو اشهار. تو باید اعتراف کنی، باید همه چی رو روی کاغذ بنویسی امضه کنی. ولی من کاری نکردم. باور تو روح میگی. دو مرد خشن، دو مرد، یکی مرد قانون و دیگری خطاکار در جدال با یک دگر. این اسلحه یه پدرته، وقتی مرد اونو به عنوان امانت داد به من، از این اسلحه مثل ناموسم محافظت کردم در تمام مدت. مرد جاودان سینما ایران، مرد پر آوازه شهر، اکنون در شاه نقش سینماییش ناصر ملک‌مطیعی در کنارش هنرپیشه جوان و نامدار سینمای ترکیه قدیر و ستاره زیبا و دلربا پری سوش، یکی از این مردان خشن و اسیانگر به اصول قانون معتقد باشند و همواره انسانیت و مردمی را در نظر داشته باشد. آنان می توانند کنار هم و با هم باشند. دو مرد خشن. در پشت هر دیوار خطر در کمین است و مردان کینه‌توز و بی‌ترحم آماده هر خشونتی. پس معطل چی هستی؟ کارت تموم کن مرد. من منتظر اون روزم برم، روزی که تو رو کنار خودم ببینم برای آزادی دقیقه شماری میکنم. من کشتم. این دروغه. در چنین هنگامه مرگباری چه کسی برنده است؟ مردان قانون یا آنان که همه قوانین انسانی را به تمسخر گرفتند؟ اینانند هنرپیشگان بین المللی ناصر ملک‌مطیعی، قدیر و پری سمش، و این است هدیه جمشید شیبانی و سازمان سینمای تصاویر. دو مرد خشن، دو مرد خشن. تکامل روزافزون سینمای ملی ما امکان به وجود آمدن فیلمی مستقل را فراهم آورد که از نخستین روزهای فیلم برداری نظر روشنفکران و مطبوعات کشور را به سوی خود جلب کرد. فیلمی که به ظاهر نمی پردازد، فیلمی که شیفته شکل نیست و نمی خواهد تنقل باشد. مردان سحر. این افسانه ایست از حماسه سرای بزرگ فردوسی که در جامعه مردمان کنونی از نو سروده می شود و غمنامه رستم و اسفندیار دوباره روی می دهد. با این گمان که رستم و اسفندیارها هنوز بین مردمان ما زندگی می کنند. دست گردار مرشد. علی زمین رو از هرچی نامرد پاک کنه. اسم نامرد رو نیار، خوب نیست امروز اسم نامرد برده بشه. کی؟ آخه نامرد کیه؟ تو اول به من قول بده، به من بگو که این کارو میکنی بعد. خیر خود، هرچی به خانواده ما حرفی زده باشه لهش میکنم. و این طرح کلی داستان است، داستان مردانی که در پی خواستهای متفاوت در برابر یکدیگر میستن، مردانی که عشق میبرزن، سرخوشن، دل شکستن، می جنگن، شکست می خورند و پیروز می شوند. مرد
دانه سحر. فکرشم چی شده اصغر؟ جهان، جهان برگشته. جهان رضا بیچ ایمانوردی ایفاگر نقش جهان. روشتر موتم فعلم عیدت مبارک. او محبوب بود، زود باور و ساده دل بود و عاشق. من خیلی خوشحالم که تو هستی. بعد مردن مادرم حوصله‌ام نمیومد بیام خونه، اما حالا دلم نمیاد برم بیرون. این همه اونا به کوچه و خیابان کشان تا به سوی سرنوشتی محتومی پیش براند. زندگی را در روشنایی باور و پندارون بکن. من اونو میکشم باست رو پام بیفته جلو همه. تو اشتباه میکنی جهان، تو از هیچی خبر نداری. پوری بنایی شخصیت میهن را زنده میکند. میهن زیبا بود، جوان بود و در پی عشق، اما در گیرودار ستیزی نابخردانه از زیبایی جوانیش کاری ساخته نبود. جهان چرا این کارو کردی؟ چرا؟ گلی بود نبویده، نسیمی زود گذر و آگاهی ترسیده این ماجرا. من؟ این شما هستین که میترسین. شما دستی دستی اونو فرستادین تو آتیش. شما میخواین اون سر به نیست بشه. برو خونه تو گیر بخواب جوان، الان زهر تو خونه داره شلوغ میکنه. حبیب الله بلور در نقش پهلوان قطب دیگر این ماجرا را میسازد. اوست که در بین جماعت ساخته میشود تا زبان آنها باشد. آدم فقط واسه چیزی میتونه قول بده که به خودش مربوطه. این موضوع به من ربطی نداره. من حرفی رو زدم که همه اهل محل میخواستن بزنم. من فقط کاری یه زبون رو کردم. مردان سحر به بررسی یک موقعیت میپردازد. موقعیتی که از افسانه های شاهنامه تا واقعیت زندگی امروز راه درازی آمده است و همواره آینه دار نفرت، دوستی، سرخوشی، عشق، کینه، خودخواهی و آزمندی انسانی است که از غروب تاریخ به سحرگاه آینده می نگرد. مردان سحر، جلوه‌گاه هنر بازیگری رضا بیچ ایمانوردی، پوری بنایی، حبیب الله بلور، ایران دفتری، عزت الله مقبلی، ابراهیم نادری و قدقچیان. مردان سحر، مردان سحر کنجکاوی صمیمانه است در قلمرو نیازها و خواستهای همیشگی انسان. مردان سحر، فیلمی از اسماعیل نوری علا، محصول سازمان سینمایی شورک. مردان سحر و حلق گفته ایران بازویم، موضوعی پیچیده و بغرنج که میتواند نقطه تحولی در راه ایجاد آثار نوین سینمایی باشد و بران قصاص نام نهادم. قصاص نامی بر پایان یک حادثه. قصاص خونبهاست و در قصاص زندگی است. لایا قاسم دین و لیمون سرسه از حساب و کتاب آخرت نمیترسه. دست کم بذار از آدم های این دنیای خورده بترسه. بذار خیال کنه هر بلای سر هر کی بیاره همون بلا سرش میاد. یادم میاد اون وقت که ناز نازی بودم، با بچه های کوچه هم بازی بودم، با این ترانه گرم قوقا میشدیم، میخوندیم و میشستم. موزه قدم در راه زندگی نهاده است. بابا پدری خسته و اسیر اعتیادی خانمان برانداز. پیر مرد غیرتت کن، مهر و محبت پدریت کن. یا کریم اوان از توی جیم ترخکی آجده ایه گرگونی دشتی مردی حوثباز و کامجو که به خاطر برآوردن امیال شیطانی خود فاجعه قصاص را به وجود آورد. ولش کن.